بسم الله الرحمن الرحیم. والدین گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ان شاء الله که همگیتان خوب و صحتمند باشین و اولادای شما که شاگردای عزیز ما میشن ایام رخصتیشان را به خوبی و خوشی سپری بکنن. امیدوار هستم که ویدیوهای قبلی ما که در رابطه با فعالیت‌های مکتب و کارکردهای ما با شاگردای ما بود را به حوصله‌مندی دیده باشین و همچنان از پیشتان خواهش دارم که ویدیوهای بعدی ما جمع ویدیو را به حوصله‌مندی و تمام هوشتان گوش بکنه و همچنان استفاده عملی در محیط زندگیتان و خانوادهتان بکنه. والدین گرامی، ما در این سلسله ویدیوها قرار است که در رابطه با یک سلسله مسائل بسیار مهم و ارزشمند در رابطه با تربیت فرزند و در رابطه با تربیت اولاد شما که شاگردای ما میشن صحبت بکنیم و قرار است این از یک مسئله بسیار مهم که هوش شاگردا یا هوش اولادای شما هست شروع بکنیم. قسمی که در جلسه قبلی هم گفتیم، ما در یک طفل 8-9 هوش داریم که البته در تمام انسان هم 8-9 هوش است که در طفل مرحله رشد و تکامل ای هوش ها هست که وقتی که روی هوش ها کار شود ما میتونیم که امو انسانایی که وارسته و صاحب کمال هستند را داشته باشیم. البته اگر روی ای حواس یا هوش اولادا یا می شاگردا کار شود. ببینید والدین گرامی، که ما وقتی هوش کلامی میگیم یا دیگه انواع هوشی که در اینجا هست شما میبینین و هر کدام او هوش ها را میگیم، هر کدام از اینا در زندگی ما یک نقش خاص خودش را داره و قسمی که در جلسه قبلی گفتم اصلا و اصلا یک انسان وجود نداره که هر 8-9 هوش در او کامل باشه. چی ما باشیم یا چی شما باشین، هر 8 ای هوش همزمان در یک انسان کامل نیست. یعنی یک انسان در یک محیط یا در یک هوش میتونه بسیار عالی باشه، در چند دانه دیگه ضعیفتر عمل بکنه و این کدام اشکالی نداره. اما وقتی که یک طفل در مرحله رشد و یا تکاملش قرار داره، باید روی این کار شوه که کدام هوش که در او وجود داره تقویت شوه و بهش رسیدگی شوه. ما امروز از اولین هوش شروع میکنیم که هوش کلامی هسته. ببینین والدین گرامی، وقتی که طفلتان صحبت میکنه در محیط خانواده و همه قسم استادایی که ویدیو رو میبینن، وقتی که یک شاگردتان که طفل است در یک صنف صحبت میکنه، نوع برخوردتان بسیار مهم است. مثلا شما این ویدیو رو ببینید، این یک پدر است که با فرزندش صحبت میکنه، سن فرزندش هم در این ویدیو ببینید شاید حدود 4 یا 5 کمتر از او باشه و در قسمی که در این ویدیو میبینید مثل یک آدم بزرگ و مثل یک آدم کلان پدرش میشینه صحبت میکنه و پایش سخنهایش اگر بشینین میگه که با مادر چه قسم رویه بکنین، چون حتما اون طفل کدام پرخاشگری کده، چون طفل است، این کارش عادی هست، بازیگوشی، شوخی، پرخاشگری این عادی هست در یک طفل. و این پدر چی کار میکنه؟ طفلش را مثل یک مرد بزرگ شانده و باش صحبت میکنه و طفل را ببینید چیز جست را به خودش گرفته، راحت، آرام و مثل یک مرد بزرگ شیشته و گپ پدرش را گوش میکنه. ما در بسیاری از مواقع این کار را نمیکنیم، طفل را با تنبیه و تحقیر و بالاخره هم تنبیه فیزیکی که زدن هستن او را سرکوبش میکنه و در نتیجه باعث میشه که اینمی اهمیت و ارزشمندی که یک انسان داره را طفل در محیط خانواده حس نکنه. و وقتی که در محیط خانواده یک طفل احساس نکنه که ارزشمند هست و یا اهمیت داره، چی از لحاظ کلامش، چی از لحاظ وجودش یا حضورش، از هر لحاظ، وقتی که یک طفل احساس نکنه که سخنش شنیده میشه، گپش اهمیت داره، او دیگه احساس ارزشمندی و اعتماد به نفس خودش را نمیداشته باشه. و وقتی که در یک خانواده در یک گپ بسیار عادی، مثلا دسته سفره دسترخوانتان، وقتی که یک طفلتان یک کار را میکنه شما او را تنبیه میکنین یا یک سخن را میخوای باز بکنه درش اجازه نمیتین، خورد دستی گپ نزن، یا مثلا یک کار را میکنه یا یک جمع فامیلی هست دارین صحبت میکنین و یه طفلتان میخواید که وارد بحث شوه یعنی صحبت بکنه، شما میگین تو خورد هستی، تو را چی، به گپا گپ نزن. اینی مسائل باعث میشه که او طفل احساس ارزشمند بودن خودش را از دست بده و در بزرگسالی هم دیگه ای بانه داغشته وجود شد. این حالا اگر شما من حیث یک فامیل یا من حیث یک والدین یا من حیث یک کسی که دارین اولاد را تربیه میکنین، در جلسه قبلی من مثال کاغذ سفید برای اولاد داده بودم که اولاد را تربیه میکنین،
ضرور و واجب هست که شما اجازه بدین که این طفل صحبت بکنه و حرفش شنیده بشه، یعنی حرفی که او میزنه را گوش بکنین و عملی بکنین. البته مثبت و منفی و بحث خودش را داره که کجا عملی بکنین کجا نه، اما حرفش را بشنوید. و وقتی که در محیط خانواده احساس ارزشمندی کرد، محیط بعدی شکل میگیره. محیط بعدی محیط مکتب است. در محیط مکتب اگر عین برخورد باش بشه، یعنی که اونا به این قسم به اونا برخورد بشه، با طفلا برخورد شوه که احساس کنن ارزشمند هستن، احساس ازیره داشته باشن که انسان هستن، حرفشان شنیده میشه، کارشان در نظر گرفته میشه، حضورشان ارزشمند است، وجودشان ارزشمند است، درسی که میخونن ارزشمند است، کاری که میکنن ارزشمند، بالاخره تمام از اینا جمع شوه و اینا فکر بکنن که یعنی ارزش را ایجاد کردن و ارزش دارنده اینجه، ای باعث میشه که در این محیط دوم هم طفل چی کار شوه؟ ارزشمند خودش را احساس بکنه. میایم سر محیط سومی که همه ما و شما با می سه محیط سر کار داریم. وقتی که طفل هستیم محیط خانواده هست، مکتب هست و کوچه و بازار و محیط بیرون. بعد هم که بزرگ میشیم اما بیرون ما و شما میشه محیط کار. باز اگر در دو جای اولی که مکتب و همچنان خانواده است، این انسان احساس ارزشمندی کرده بود، محیط سوم که مهمترین و همچنان پرحاشیه‌ترین محیط است، این محیط سوم طفل خودش انتخاب میکنه. ببینین در محیط بیرون یا کوچه شما بخواین نخواین طفلتان باید بیرون بره یا میره. اگر در 5 سالگی اجازه ندادین 10 سالگی میره، اگر 10 سالگی اجازه ندادین 15 سالگی میره، یعنی او بالاخره بیرون رفتنی هست و با محیط بیرون تماس پیدا کردنی هست. ایناله اگر در دو محیط اول این خودش در ارزشمند احساس کرده و محیط سومی که به انتخاب خودش است، یعنی چرا؟ وقتی که او بیرون میبره از هر طبقه انسان ها اوجا است. انسان هایی که خودشان را ارزشمند حس میکنند در بیرون یا در کوچه هست، انسان هایی که خودشان را بی‌ارزش حس میکنند در بیرون یا در کوچه هست، انسان هایی که اصلا ارزش به زندگی و به مسائل زندگی نمیتنند در کوچه است. این انسان وقتی که میاد در محیط سومی، در دو محیط اولی که خانواده و محیط مکتب بوده و خودش را ارزشمند احساس کرده، طبعا باز انسانهایی که در محیط سوم انتخاب میکنه انسانهای ارزشمند و انسانهای هدفمند میباشه. این حال اگر شما این کار را نکنین، برعکس این کار را بکنین، یعنی چی؟ در خانواده او را اجازه نتین ای کار نکو، ای گپ نگو، تو را غرز نیست، خورده است. در مکتب هم این گپ، طفل تحقیر شوه، توهین شوه، تنبیه فیزیکی، بدنی، لط کده شوه، بالاخره ای طفل در دو محیط دیگه وقتی که خودش را ارزشمند حس نکد، می محیط سومی که به انتخاب خودش است، کی انتخاب میکنه؟ کسایی که اصلا ارزشی نداره. مثلا باز نام او نفرها را چی میمونن؟ ولگرد، دوز، لچک، اینی چیزا میشه. ای اکثرا، یعنی در 90% مواقع کسایی که مثلا از لجامشون گسیخته میشه یا به اصطلاح ما شما ولگرد میشن یا اولادایی که ولگرد میشن، دلیلش همی است. در خانواده خودشان ارزشمند احساس نمی کنن، در محیط مکتب هم که تنبیه میشن و ارزشمند احساس نمی کنن، محیط سیوم هم کسایی را انتخاب میکنن که خودشان را ارزشمند احساس کنن. مثلا با 4 تا آدم ولگرد بشینه، هر 4 آدم ولگرد پیش خودشان ارزشمند است، نه چند که در جامعه ارزش نداشته باشن. پس ببینین یک هوش کلامی، یک سخن گفتن، یعنی اجازه گپ زدن به طفلتان دادن و ندادنش چقدر تاثیر روی آیندهش داره. و اگر ما و شما امروز اجازه بدیم که او در جمع صد سفرید زرخان گپ بزنه، اگر گپش مثبت است تایید شود، منفی است رد شود، به شکل درستش اما قسم در مکتب اجازه داده شود، ای کم کم باعث میشه که طفل رشد بکنه و در مسیر رشدی که قرار میگیره مسیر درستش باشه. حالا تصمیم به دست ما و شما است. ما من حیث کسایی که مربیش هستیم در مکتب و شما من حیث کسایی که والدش هستین و مسئولش هستین در خانواده، که دو محیط را ما ارزشمند بسازیم، که محیط سوم را با انتخاب خودشان درست انتخاب بکنن. و جلسه بعدی ما هم در مورد هوش منطق است یا منطق آیکیوشان است که حتما و جلسه را از دست نتین. تشکر از اینکه حوصله مندی کردین، این ویدیو را تا آخر گوش کردین و انشاءالله که براتان مفید واقع شوه. و مفید بودن ویدیو زمان هست که شما بتانین یا ای کار بکنین، بتانین نه، بکنین ای کار، حتما این ویدیو را عملی بکنین. برای اولادتان اجازه بتین که صحبت بکنه، برای اولادتان اجازه بتین که حرف شنیده شوه، و وقتی که حرف شنیده شد باعث میشه که او دیگه احساس ارزشمندی بکنه. این کار ما هم در محیط چی میکنیم؟
محیط مکتب میکنیم و انشالله و رحمان که بتانیم همو کسایی که مطلوب جامعه است موجود بکنیم و از حالت مطلوب حالت موجود ما و شما باشه. موفق و معید باشین. تشکر از حوصله‌مندی تان. انشالله که ویدیوهای بعدی را هم تعقیب بکنیم.